سلام بچه ها، به کانال ورد آف مکس خوش اومدید. من مهدی هستم و امروز یه ویدیو در مورد 10 نکته از بازی لست آف آس 2 آماده کردم. 7 سال پیش کمپانی ناتی داگ قسمت اول از بازی لست آف آس رو عرضه کرد که به صورت باور نکردنی زیبا بود و تمام جامعه گیمینگ رو جذب خودش کرد. این بازی نه تنها گیم پلی خوبی داشت، بلکه داستانش هم به قول خارجی ها به نکست لول برده شده بود. کارکترها بسیار عمیق بودن و همه با فضاسازی لستاواس ارتباط برقرار میکردیم. خب توی این 7 سال ناتی داگ بازی های فوق‌العاده دیگه هم عرضه کرده، مثل آنچارتد. اما همه بی‌صبرانه منتظر قسمت دوم شاهکار این کمپانی هستند، یعنی لستاواس 2. اولین تریلر این بازی در سال 2016 عرضه شد، جایی که الی توی خونه پر از جسد نشسته و گیتار به دست داره آهنگ Through the Valley رو میخونه و بعد جول وارد میشه. بعد از این همه منتظر بودیم تا بالاخره ببینیم که ناتی داگ کی قرار ما رو به مراد دلمون برسونه. خب همونطور که میدونید انتظارها به پایان رسیده و مشخص شده 29 می این بازی به صورت عمده عرضه میشه. اما قبل از این من تصمیم گرفتم شما رو تا حدی با این بازی آشنا کنم تا بفهمیم با چه چیزی قراره روبرو بشیم. خب اگه آماده اید بیایید شروع کنیم. شماره 10، انتظار سانترک های فوق العاده داشته باشید. حتما شما هم با من هم عقیده اید که یکی از چیزایی که باعث شده بود ما روح بازی قبلی رو حس کنیم و با تمام اتفاقات ارتباط برقرار کنیم موسیقی زیبا بود. قطعه‌ای که واقعا مو رو به تن آدم سیخ میکرد. برای این چیزا باید از آهنگساز بازی یعنی گستاو و سانتاولالو تشکر کنیم، کسی که خالق تمام این حسای زیبا بود. این موزیسین آرژانتینی استاد اینه که با سازهای ذهی شاهکارهای فوق‌العاده‌ای خلق کنه. توی قسمت قبلی لیاقت خودشو به خوبی نشون داد. خب خبر عالی اینه که گستاو مسئول ساخت قطعه‌های موسیقی نسخه دوم هم هست، که خب این یعنی باید منتظر شاهکارهای بیشتر از این هنرمند باشیم. اگه از جمله طرفدارای سینما باشید احتمالاً باید گستاو رو بشناسید، چرا که اون تا حالا دوتا اسکار بهترین آهنگسازی برای فیلم‌های بروکبک مانتین و بابل برده. اگه این هنرمند قرار نبود توی لست آف آس 2 فعالیت کنه، انگار که یه قطعه مهم از پازل سر جاش قرار نمی‌گرفت. شماره 9، این بار شما کنترل الیو به دست می‌گیرید. اگه نسخه اولو بازی کرده باشید میدونید که شما به صورت کلی در نقش جول بازی میکردید، به جز بخشای پایانی بازی که خب چندان طولانی نبودن. بازی قبلی در واقع داستان جول بود، همه چیز پیرامون این شخصیت میگذشت. اما لست آف آس 2 روی الی تمرکز داره. حداقل تا الان هر چیزی که ما در مورد بازی دیدیم الی بود. داستان این دختر جوونه که حالا برای اینکه به اهداف خودش برسه به کمک بقیه نیازی نداره. اینکه جول توی بخش مارکتینگ بازی مورد توجه قرار نمیگیره و همه چیز الیه یکم شک برانگیز شده. حتی در کنفرانس E3 سال 2018 یکی از نویسنده‌های لست آف آس 2 یعنی نیک دراکمن عنوان کرد که توی این بازی الی تنها کاراکتر قابل بازیه، که خب بحثو برای ما تموم میکنه. البته این امکان وجود داره که ناتی داگ نخواد همه چیزو لو بده و قصد سورپرایز کردن ما رو داره، اما با این حال هر چیزی که تا الان دیدیم در مورد الی بوده. شماره 8، ستینگ جدید برای بازی در نظر گرفته شده. توی قسمت دوم ما قراره که با شهرها و محیطهای کاملا جدید و متفاوتی آشنا بشیم. قسمت قبلی بازی ما در شهرهای بوستون، پیتسبورگ و سالت لیک سیتی سفرهای خودمون رو انجام میدادیم. اما لست آف آس 2 5 سال بعد از اتفاقات نسخه قبلی رخ میده و ظاهرا قرار شهرهای جدیدی رو به بازی معرفی کنه. مهمترین چیزی که ما تا حالا در مورد ستینگ این بازی فهمیدیم اینه که بخشای زیادی از لست آف آس 2 قراره در شهر سیاتل دنبال بشه، جایی که الی قراره با دشمنایی که ما هنوز نمیشناسیم مبارزه کنه و انتقام بگیره. باید دید که ناتی داگ چطوری جزئیات توی محیط این شهر آماده کرده. تا الان میدونیم که توی سیاتل یه گروه شبه نظامی خشن کنترل به دست داره و الی اونا رو هدف گرفته. البته ظاهرا بعضی از خانواده هم هستن که توی این شهر وجود دارن و به صورت بی‌طرف زندگی میکنن و الی قطعا از کمکشون استفاده میکنه. شماره 7، این بازی مالتی پلیر و بخش چند نفره نداره. همونطور که میدونید همه ما بازی لست آف آس رو با سینگل پلیر یا بخش تک نفره اون میشناسیم، اما با این حال این بازی بخش مالتی پلیر هم داشت که شما میتونستید در گروه های مختلف با هم مبارزه کنید، گروه های مثل فایرفلای ها و هانتر ها.
این بخش چند نفره سه تا مود مختلف داشت که شما میتونستید با دوستای خودتون اونو تجربه کنید. یه نکته جالبه که در مورد بخش مالتی پلیر لست آف آس 1 وجود داشت این بود که به صورت غافلگیر کننده خوب بود و به همین دلیل خیلی‌ها بعد از اینکه فهمیدن قسمت دوم بخش چند نفره نداره حسابی ناامید شدن. البته این موضوع به دلیل اینه که بخش تک نفره به حدی عظیم و طولانیه که تیم ناتی داگ اصلا امکان وقت گذاشتن و کار کردن روی بخش چند نفره را نداشته. این موضوع بارها توسط کارکنان این کمپانی از جمله آنتونی نیومن اعلام شده. البته به احتمال زیاد چند وقتی از لانچ شدن بازی بگذره بخش آنلاین چند نفره به صورت DLC به بازی اضافه میشه. شماره 6. محیط بازی خیلی خشن‌تره. قسمت اول هم به نوبه خودش خشن بود و توی اون جل بخش زیادی به مبارزه با انسان‌ها مشغول بود تا اون موجودات زامبی مانند. اما چیزی که ما تا حالا از تریلر و گیم پلی بازی دیدیم اینه که قسمت دوم قرار خیلی از لست آف آس یک خشن‌تر باشه که این موضوع شاید برای خیلی قابل درک نباشه. قسمت زیادی از این خشونت به خاطر اینه که گرافیک و بخش‌های ویژوال بازی به شدت پیشرفت داشتن و به همین دلیل همه چیز خیلی واقعی‌تر به نظر میاد. البته که خشونت خون تنها چیزایی نیست که باعث میشه لست آف آس 2 توی رده‌بندی میچر قرار بگیره. بر اساس شنیده‌ها توی بازی قرار چیزهایی مثل نیودیتی، سکشوال کانتنت و دراگ یوز وجود داشته باشه. شماره 5. گیم پلی جدید. شاید برای کسایی که خیلی سطحی به گیم پلی لست آف آس 2 نگاه کردن همه چیز شبیه به بازی قبلی باشه. اما ناتی داگ الیو کاملا متفاوت‌تر از چیزی که ما توی نسخه قبلی دیدیم طراحی کرده. همونطور که حتما دیدید الیه این نسخه خیلی چابکتره و همین موضوع باعث شده تا گیم پلی نسبت به نسخه قبلی حسابی سرعت بیشتری پیدا کنه. مسلما اون خیلی از جل انعطاف بیشتری داره و به همین دلیل میتونه خیلی سریع بدوه و از روی موانع بپره، چیزی که ما توی لست آف آس 1 شاهدش نبودیم. در ضمن قسمت مبارزات هم فرقای زیادی کردن و فشار روی پلیرها افزایش پیدا کرده. مثلا اگه الی بهش توسط کمان تیر بخوره باعث میشه که اون نتونه از قابلیت لیسن مود استفاده کنه و حتی روی نشونه گیری هم تأثیر میذاره. این موارد در صورتی به حالت اولیه برمیگردن که الی تیر رو از بدن خودش خارج کرده باشه. در ضمن شما میتونید بخش اسکیل رو هم شخصی سازی کنید و هر کدومه که خواستید آپگرید کنید. شماره 4. هوش مصنوعی دشمنا خیلی بیشتر شده. یکی از چیزایی که همیشه گیمرها از اون مینالیدن اینه که هوش مصنوعی دشمنا همیشه کودن بود. حتی لست آف آس 1 هم چندان تعریفی نداشت. اما این بار ناتی داگ قول داده که ما با یه هوش مصنوعی انقلابی طرفیم. ظاهرا دشمنای نسخه دوم کاملا انسان سازی شدن. یعنی که اونا برای پیدا کردنتون با هم تیم میشن و تقسیم وظایف میکنن و حتی بعضی جاها استدلال میکنن. این یعنی دیگه نمیشه با پرت کردن یه سنگ به کناری اونا رو فریب داد. یکی از بخش‌های جدید این بازی که سازنده‌ها بهش اشاره کردن حضور سگه. بعضی از دشمن‌ها با خودشون سگ میارن که میتونه بوی شما رو استشمام کنه و جاتون رو لو بده. که خب این یعنی هر دفعه که شما با دشمن طرف میشید باید استراتژی جدیدی رو انتخاب کنید. اما علاوه بر تمام این مسائل حالا تمام دشمن‌ها اسم دارن. وقتی که شما یکی رو کشتید و بقیه اونو پیدا کردن اسمشو بلند فریاد می‌زنن. این موضوع المان احساسات توی بازی به شدت بیشتر می‌کنه. وقتی همه دشمنا یکسان باشن شما در ناخودآگاهتون این حس به وجود میاد که اونا مهم نیستن و راحت میکشیدشون. اما حالا که همه اسم و هویت خاص خودشونو دارن این موضوع میتونه مسئولیت خشونت رو افزایش بده و دیگه شاید کشتن به همون راحتی قبل نباشه. شماره 3. حضور هالیگروس به عنوان دستیار نویسنده. بازی قبلی توسط نیل دراکمن نوشته شده بود و اون توی این بخش از کسی کمک نگرفته بود و همه کارها رو به تنهایی انجام داده بود. اما نسخه دوم ظاهرا به قدری سنگین بوده که اون یه دستیار داره، یعنی هالیگروس. اما باید بدونید که هالیگروس هر کسی نیست. اگه سریال وستورد رو دیده باشید میدونید که چقدر بی‌نظیره. خب هالیگروس یکی از نویسنده‌های وستورده و حتی تو All to Die Young هم اثر این نویسنده است. با اینکه هالی تا حالا توی بازی‌های ویدیویی پروژه انجام نداده، اما با توجه به کارنامه‌اش میشه انتظارات زیادی ازش داشت. شماره 2. داستان هنوز مشخص نیست. با اینکه با دموی عرضه شده از بازی گیم پلی تقریبا دست ما اومده، اما هیچ چیز خاصی در مورد داستان بازی لو نرفته. ناتی داگ حسابی روی این موضوع حساسیت نشون داده و تنها چیزی که ما تا الان فهمیدیم اینه که الی راهی ماموریت انتقام شده. یکی از تریلرها کاراکتر جدیدی به اسم دینا رو نشون میده که معشوقه الیه. اینطوری به نظر میرسه که الی میخواد انتقام دینا رو بگیره. البته فکر نمی‌کنم ناتی داگ بخواد انقدر راحت مرگ یک کاراکتر رو توی تریلرهای خودش لو بده. در ضمن کلی کاراکتر جدید دیگه هم معرفی شدند که هیچ چیزی در مورد اونا نمی‌دونیم.
کسایی مثل تامی. یکی از مهمترین چیزایی که برای من سواله اینه که آیا هنوز فایرفلای ها فعالیت دارن؟ اینکه الی متوجه کاری که جول کرده شده؟ امیدوارم که به این سوال جواب داده بشه، چون داستان انتقام گرفتن الی از یک گروه شبه نظامی توی سیاتل اصلا به مزاق من خوش نمیاد. شماره 1، لست آواز 2 بزرگترین پروژه ناتی داگه. توی این سالها ناتی داگ در کنار سیدی پراجکت از جمله قابل احترام ترین کمپانی های صنعت گیمینگ هستن. ناتی داگ با ساختن بازی های مثل کراش، آنچارتد و لست آواز 1 حسابی تونسته جای خودش رو توی صنعت گیمینگ باز کنه. اما بر اساس مصاحبه کارکنان این کمپانی، لست آواز 2 از تمام پروژه‌های قبلی بزرگتره و قراره نهایت پتانسیل این کمپانی رو نشون بده. این بازی به حدی سنگینه که توی 2 تا دیسک عرضه شده. داستان کاملا گره‌های عاطفی داره. من ناتی داگ می‌خواد نقش خشونت رو به پلیرها با معنی جدیدی یاد بده. چیزی که ما تا الان دیدیم فقط نوک کوه یخه که از آب بیرون زده. من که شخصا منتظرم ببینم این بزرگترین پروژه ناتی داگ چه نتیجه‌ای داره. خب بچه‌ها، اینم از ویدیوی امروز. امیدوارم که ازش لذت کافی برده باشید. من اینجا یه تشکر بکنم از امیر، تاها، ASGW، امیررضا زمان عزیز که ما رو دونیت کردن. اگه شما هم می‌خواید از ما حمایت کنید، میتونید از لینک ریمیت زیر استفاده کنید. یادتون نره که ما رو لایک و سابسکرایب کنید. آرزو می‌کنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.